أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معلومات عمومی از زکات مال. سوال: آیا با دادن زکات اموال انسان کم می‌گردد؟ با دادن زکات اموال انسان کم نمی‌گردد، بلکه رشد کرده به آن برکت داده می‌شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ صدقه مال را کم نمی‌کند. حدیث با روایت امام مسلم. زکات دلالت بر بزرگی این رکن اسلام می‌کند که ادای آن برای اصلاح شخصان و جامعه یک امری ضروری است. سوال: زکات چه سرها دارد؟ اول، زکات برهان است. دوم، زکات دلیل به صحتی ایمان بنده میکند. سوم، زکات انسان را از اخلاقهای بد دور میکند. چهارم، زکات سبب بلند شدن درجه انسان است. پنجم، زکات سبب پاک شدن از گناه است. ششم، زکات سبب نجات از غم و اندوی روز قیامت است. هفتم، زکات سبب چشیدن طعم ایمان است. هشتم، زکات سبب دوست داشتن پروردگار است. سوال: احکام زکات را ذکر کنید. به هر مسلمان مرد و مسلمان زن واجب است که پیش از دادن زکات مال نیت داشته باشند و زکات اموال، چارپایان، طلا و نقره و یا زراعت خود را بعد پر شدن یک سال آن را بپردازند. سوال: شرط های زکات کدام است؟ شرط اول اسلام، دوم مالک زکات بودن، سوم رسیدن به نصاب، چهارم گذشت یک سال کامل هجری بر مال. سوال: از کدام چیزها زکات بدهیم؟ یکم، از چیزهای قیمت بها به مانند طلا، نقره، پول و غیره ها. از چهار پایان خانگی مثل شتر، گاو، گوسفند، اسب و غیره ها. سوم، از مالهای تجارتی. چهارم، از زراعت و میوه‌جات. سوال: صدقه بر ایمان انسان چی علاقه دارد؟ صدقه از کلمه صدق گرفته شده و آن دلیل صدق ایمان و تصدیق روز قیامت است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: صدقه برهان است. حدیث با روایت امام مسلم. سوال: زکات از صدقه چه فرق دارد؟ کلمه زکات شرعی را در لغت قرآن و سنت صدقه می نامند. فرق زکات از صدقه فقط در نام است. الله تعالی می فرماید: از اموال آنها صدقه بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی. سوره توبه آیه 103. سوال: زکات از خمس 51 چه فرق دارد؟ زکات حقی از مال معینی است که با رسیدن آن به نصاب و گذشت یک سال کامل هجری و با شرط های دیگر آن را برآورده می شود. اما خمس یعنی 51 غنیمت های است که در جنگ به دست می آید. سوال: آیا زکات را فقط در ماه رمضان برآورده شود؟ زکات را فقط در ماه رمضان برآورده نمی شود، بلکه با تحقیق شرط های آن و گذشت این سال کامل هجری هر وقت می تواند زکات را بدهد. سوال: آیا زکات را با ماه هجری یعنی قمری و یا با میلادی شمسی حساب کرده می شود؟ زکات را با ماه هجری حساب کرده می شود. سوال: آیا در حال ضرورت حساب زکات از روی ماه میلادی نیز جایز است؟ زکات را با ماه میلادی یعنی شمسی حساب کرده نمی شود، لیکن در حال ضرورت جایز بوده باید در گذشت یک سال کامل باز بر آن به مقدار 11 روز زیاده همراه کرده شود. الله سبحانه و تعالی ما را از جمله صدقه و زکات دهندگان بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.